رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه 7 مهر از دستگیری یک مرد ایرانی تبع بلژیک به اتهام تلاش برای جاسوسی و انجام مأموریت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. از این مرد ایرانی 55 ساله به نام علی منصوری نام برده شده که در گذرنامه بلژیکی او نام خارجی الکس مانس ذکر شده است. وی در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون اسرائیل بازداشت شده است. شباک تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرده که منصوری با گرفتن مأموریت از شاخه قدس سپاه برای شناسایی تأسیسات اسرائیلی و آمریکایی در این کشور به اسرائیل رفت و آمد می‌کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل شباک می‌گوید منصوری در بازجویی‌های روز گذشته خود اعتراف کرد که ماموران اطلاعاتی ایران به وی قول پرداخت 1,000,000 دلار پور بابت انجام این مأموریت داده بودند. به گفته شباک منصوری اذعان کرد که با فریفته شدن جهت دریافت این مبلغ پول از ایران وی قول داده که از کارهای بازرگانی خود برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای رژیم ایران بهره برداری کند. این تشکیلات همچنین گفته که منصوری در صدد برآمد با ثبت شرکت در اسرائیل زمینه را برای کارهای بازرگانی درازمدت که به او امکان سفرهای متعدد و برقراری روابط با بازرگانان اسرائیلی را بدهد فراهم کند. تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل افزوده که منصوری با احتساب سفر اخیر که در پایان آن دستگیر شد 3 بار به اسرائیل آمده بود. 2 سفر پیشین او در ژوئیه 2012 و ژانویه 2013 انجام شده بود. در آخرین سفر او 3 سپتامبر 12 شهریور به اسرائیل آمد و روز 11 سپتامبر که با در دست داشتن بلیط هواپیما در فرودگاه بن گوریون برای بازگشت حاضر شده بود در پی بازجویی‌های ماموران اطلاعاتی اسرائیل دستگیر شد. شباک میگوید عکس‌هایی که منصوری گرفته بود نشان می‌دهد وی در آستانه سالروز حمله تروریست‌های القاعده به آمریکا در اطراف سفارت آمریکا در تل آویو گردش کرده بود و عکس‌هایی که او گرفته بود همراهش بود. شباک گفته است منصوری در بازجویی‌های روز گذشته از شماری از ماموران شاخه قدس سپاه که با او در ارتباط بودند نام برده و به ویژه به اسامی حامد عبداللهی و مجید علوی اشاره کرده، اما گفته است در سفرهایش به ایران افراد دیگری به نامهای حاج مصطفی، حاج حمید نعمتی و مهدی خانبابایی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران با او دیدار می‌کردند. به گفته شباک در 2 سفر گذشته منصوری وی پس از حضور در اسرائیل به ایران رفت آمد و به ماموران گزارش می‌داد، اما تابعیت اروپاییش موجب شد که نیروهای امنیتی اسرائیل در فرودگاه مبدأ و مقصد در زمان سفر 3 او به اسرائیل سختگیری لازم را به خرج ندهند. اسرائیل تاکید دارد که شاخه قدس سپاه در فوریه 2012 عامل برنامه‌ریزی حمله به اتومبیل وابسته نظامی اسرائیل در بمبئی هند و نیز تلاش برای بمب‌گذاری در تایلند و گرجستان بود که 2 مورد اخیر ناکام ماند. اسرائیل همچنین میگوید در سالهای پیش از آن نیز تلاش‌هایی برای ترور و بمب‌گذاری علیه سفارت اسرائیل در جمهوری آذربایجان و نیز 2 کشور آفریقایی کنیا و نیجریه از سوی ماموران شاخه قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفته بود. خبر بازداشت آقای منصوری همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا منتشر شده است. گفته می شود که تلاش ایران برای دست یافتن به توافق با غرب بر سر پرونده اتمی این کشور از جمله مهمترین موضوعاتی است که آقای نتانیاهو قصد دارد در این سفر در مورد آن با مقامات آمریکایی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز 2 شنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و فردا 3 شنبه نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.